خب باز هم خوش آمدید. یک سلام تقدیمتان میکنم، البته سلام، امیدوار هستم که همه قسم که برایتان روان میگرم همه قسم برایتان باشه، پر از پروتئین و کربوهیدرات و انواع کالری ها و بسیار یک سلامی صحتمند، یعنی یک سلامی که سرشار از انواع ویتامین ها و پروتئین هاست برایتان روان میکنم. امیدوار هستم که پذیرا باشین و مواظب جلدتان هم باشین. کریمه جان، خواهر عزیزم، اولین چیز که ما میخواییم برات بگویم این است که از پودر و میکپ استفاده نکنه. جلد که خدا برات داده هر قسمه که باشه خوب است و این توصیه ما برات میکنم که از انواع پودرها و میکپ ها استفاده نکنی. هر کرم میره، هر انواع کرم های مرطوب کننده در بازار هست، هر کرم میره استفاده نکنی. اگر برنامه های دکتر سبا تعقیب کرده باشی، همیشه وقت توصیه میکنن که هر مواد آرایشی را از هر جا تهیه نکنین، از سر کراچی، از نمی فهمم سر سرک، تا میتونین از مواد از جایی تهیه کنین که معتبر باشه و بتونین که خودتان بفهمین که بسیار صحیح است. و دکتر صاحب هم براتون گفتن زیاد استفاده کردن از صابونم خودش به خودی خود پوست خشک میکنه و باز هم بر توصیه میکنم از کوشش کو که از انواع گفته خودت پودرایی که استفاده میکنی دیگه استفاده نکنی و جلد تا در حالت نرمال نگاه کنی. و دکتر صاحب کجا بودیم که بله کریمه جان، با کریمه جانم یک توصیه آخری را میکنیم که او عبارت از این است که روی خود از یاد باید لیف و کیسه و صابون زیاد نکنن و همچنان از مقدار کافی مایعات، مثلا آب، کم از کم 3 لیتر آب که در حدود 15-20 گلاس میشه باید در طول روز حتمی نوش جان کنن. آب پاک یا میشه که چای هم نوش جان کنن. درست. با تحصیح هم باز تحصیح هم که چای سبز استفاده کنن. بله بسیار خوب است. بله. و ما گپتون کجا بود دکتر صاحب؟ در قسمت عواملی که باعث پیدا شدن مو در یک ناحیه یا یک ساحه از جلد بدن میشه. بله. بیشتر گفتیم تخریش متکرر. البته گپتون کجا باشه دکتر صاحب؟ بله سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. زنده باشین. تشکر، شما خوب هستین؟ زنده باشین. نامتان چی است؟ از کجا با تماس شدید؟ من یاسین از فراتان شاشید شمار زمان. حاجی یاسین؟ بله. حاجی یاسین از؟ فراتان شاشید. سرک اول. بله برادر عزیز، میشنم سوالتا؟ ببخشید خاطرم این چیز دارم چربی خون. آجی صاحب، ما امروز در مورد امراض جلدی گپ میزنیم و خواهش میکنم شما میتونین بیننده برنامه باشین. انشاءالله در برنامه های آینده حتما میتونین که برای برنامه تماس بگیرین و سوالتان رو پرسان. یعنی اتمن میتونم برنامه از منعات بکنم که خود سیر برای چربی خون سیر برای چربی خون مفید است یا نه؟ درست. خود سعیست من نمیره از پیش دکتر صاحبم براتون پرسان میکنم. چربی خون دارین شما؟ خود سعیست. تشکر آجی صاحب از تماستان. دیگه بخشش باشه دیگه. زنده باشین. خدا نگهدار. خدا دکتر صاحب شما میفهمین کمی سیرام برای چربی خون؟ سیر دیگه در مجموع خواصی که سیر داره باعث پایین شدن فشار خون میشه، یعنی فشار خون بلنده تداوی میکنه و با گرفتن سیر کسایی که فشار خون بلند دارن، طبعا یک تعداد کسایی که فشار خون بلند دارن اونا چربی خونشان یا کلسترول یا تریگلیسیرید نیز احتمالا شاید بلند بوده باشه. به او خاطر اگر اونا سیر استفاده میکنن، سیر خوب است به اونا. کسایی که فشار خون بلند دارن فشار خونشان به حالت نرمالش میاره، اما مقدار کمتر استفاده کنن. و در مورد چربی خون که اونا گفتن، به خاطر چربی خون یک تعداد داروها وجود دارد. بهترین کاری است که اول خون خود اونا پیش یک متخصص به داخل مراجعه کنن و خونشان را چک کنن در یک لابراتوار که میزان چربی خون یا کلسترول یا تریگلیسیرید نزد اونا معلوم شه و بعد از او دوایی که لازم است از طرف داکتر متخصص داخل برشان توصیه میشه. و بهتری است که اونا از گرفتن شهمیات باید جدا پرهیز کنن، مثل قیماق، روغن، مسکر، دنبه، پنیر و روغن و غذای چرب مثل قابلی، پلو، گپا را باید نخورن و زیاد ورزش کنن، سبزیجات استفاده کنن، کم روغن و میوه‌جات، انشالله که به نفعشان خواهد بود. بله حاجی صاحب، شنیدین برادر عزیز گفتن که از سیر میتونین استفاده کنین، مگر با مقدار یک کمک باری کمتر و
دیگه از چربی مروی پرهیز کنین. خوب است که پیش از متخصص مراجعه کنین، خونتان معاینه شوه و توصیه های لازم براتون داده شوه. بسیار خدا میفهمه خوش میشیم که اینجا باشیم، سوال رو که شما پرسان میکنین ما یک جواب برش داشته باشیم، یا دکتر صاحبی که هستن. خب ما بسیار میخوایم که اون سوالی که خب دور از بحث برنامه هم هست تا حدود جواب داده شد. من خواهی کمه بار آسوده تر شدم تا حدود جواب خود گرفتین. باز هم انشالله که همیشه وقت صحتمند و جور باشین. و دکتر صاحب باز کجا بودیم؟ خب میخواییم ما خب گپای ما کمی پراگنده شد برصورت. میخواییم در قسمت تداوی هایپرتریکوزیس یا موهای اضافی نایه صورت یا جلد روی خدمت بیننده ها معلومات بیشتر اندکه برس برسانم. اول باید بگویم که در هر واقعه که امو شخص میبینه که موهای اضافی یا یک رشد زیاد موها در نایه روی یک خانم یا یک دختر جوان پیدا میشه، او یک ارزیابی دقیق یک چک عمومی بدن مستلزم داره که باید نزد متخصص جلدی مراجعه کنه و همچنان معاینات که لازم است باید تکمیل شود، مثلا معاینه اولتراساوند، سوی هورمونا و تشوشات داخلی اگر موجود باشه باید اصلاح شود. درست. که بعد از تکمیل معاینات میشه که ما به اصل مطلب پی ببریم که چرا موهای اضافی در روی امی خانم پیدا شده. درست. تشوشات هورمونی موجود است، آیا تشوشات در بعض ارگانهای داخلی موجود است، یا ای که بعض گپهای دیگه که بعد از تکمیل معاینات میشه که آدم باید تشخیص نهایی برسه. دکتر، آیا مصرف کردن یک تعداد از غذاها هم میتونه که کمک کنه به هورمونای مو و وار افزایش بدهتن از خانم ها؟ در قسمت غذا خوب که ما بگیم کدام غذای خاصه یا مشخص کدام مواد خوراک کره، این چیزی که بله از مواد دواها در مجموع رول داره، ولی دوایی که باعث پیدا شدن موها در جلد یک خانم یا یک دختر جوان شده میتونه مثلا گرفتن بعضی دواها، مثلا فینیتوین میگن یک دواسته، پوواسته، گلوکو کورتیکوستروید هاسته، پنسیلین امین هسته و بعضی دوای دیگه مثل دیازوکساید و ماینوکسیدیل و غیره باعث پیدا شدن موها نزد خانم ها یا دخترها شده میتونه. در قسمت تداویی که باید بگیم که کسایی که مصاب موهای اضافی در نایی روی خود هستن، خصوصا خانم‌ها یا دخترای جوان، چی باید کنن؟ یکی خوب پیش دکتر متخصص برن و معاینات خود تکمیل کنن. باید بگیم که در قسمت تداوی موهای اضافی دو میتود وجود دارد در مجموع. یکی میتودهای موقتی از بین بردن موهای اضافی در نایی روی است که کم و بیش هموطنای ما یا بیننده‌های ما شما معلومات دارن. کپتان اینم اینجا باشه دارم. میرم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. خوب استیم برادر عزیز، جور و صحت من استیم. من از یک هم مشکل دارم. نامتان چیست؟ از کجا به تماس شدین شما؟ نصیر احمد از ولایت دخور تو چایو. نصیر احمد بیادر از ولایت؟ چایو. بله، میشنم برادر عزیز سوالتا. من همین یک مشکل دارم، همین سرم و خودی همین سرم شده یک سرم نیستیم و فرخوی سرم همین تو میوی هر چیم. من همین پیش دکتر هستم در پیس از اوفه مستد این تو نشیم نیزم ایچی مشکل هست. سرتان چی شده؟ سرم این درد در نیزم که یک قسمی از فلج باری این سرم از اصلا نشور دارم میتونم نشده بلو نه بلو از این نمیم چی مشکل هست دکتر نشبیرین اصلا بلد نمی دکتر اصلا نمی